ملت عزیز ایران، با درودی پر از مهر، پر از عشق به شما عزیزان ایرانی. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حقیقتا زندگی به کامتون باشه و خوش بگذره براتون. زندگی که این روزا خیلی سخته و همیشه خبرهای بد از ایران میشنویم، هیچ وقت خبر خوشی از ایران نشنیدیم که حال ما جا بیاد، یه ذره خوشحال بشیم، لاقل بگیم که ملت ما خوشحالن، مملکت ما بالا رفته، اعتمادا به ما الاخره بهتر شده. میبینیم بی‌اعتمادی هر روز هر روز از هر جایی دنیا داره به ما بیشتر میشه. ولی خیلی خوشحالم که هفته دیگر اومدم در خدمت شما عزیزان ایرانی. به شما عزیزان شمالی هر جای دنیا که هستید خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم، خداوند ما رو هدایت بکنیم، ببینیم امروز برنامه ما در دستای خدا باشه. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای تمام خوبیات خداوند، برای تمام نعمتت، برای تمام عشقت که به ما داری خداوند، حقیقتا شکرگزارم. خداوند برنامه من در دستای خودت بگیر، خودت هدایت بکن و خودت حمایت بکن ای قدوس، تا نام تو جلال یابد. خداوند شکرت میکنم برای این برنامه، برای این وقتی که به من دادی. خداوند هر کلامی که از زبانم بیرون میاد بیزار نام تو جلال بده و در قلبها بشینه حقیقتا، تا آرامش به زندگی مردم بیاد، چون کلام تو آرامش دهنده است ای خداوند. شکرت میکنم، به قدرت نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب برای شمالین عزیز یه چند کلمه لایجه این صبح کنیم. شمالین عزیز چطوریم بابا؟ تابستون، هوا گرم، شرجه مو بالاخره زندگی بودم و دونم چجوریه، ولی خب طبیعت زیبایی دانه در شمال. خیلی مردم الان دوست دارن که در شمال بن، از همه جای کشور ایران هنم برای مسافرت. ولی خوبه که بچه های تهران که میایین تو شمال، خوبه که اونجا هم خونه خودتون بدونین. شمال هم مال خودتونه، کشور خودتونه، شهر خودتونه. بالاخره ایرانی هستین، میرین توی شمال، حقیقتا نظافت و دیگه هر چیزی که میدونین که خونه تون هر چیزی احتیاج داره، فکر بکنین شمال هم خونه شماست. نه اینکه برین اونجا بخوریم، بریزیم، بپاشین، بعد کیر نکنین همینجوری بیاین. نه، برای اینکه اونجا هم شمال شما باعث هر سال استفاده بکنین، هر تعطیلات تو شمال میاین، از زیباییاش، از طبیعتش لذت میبرین. خواهش میکنم که در بالاخره نظم و رعایت بکنین، نظافت رعایت بکنین. بیدا به خودتون خوش بگذره، حداقل برحال خوش بگذره به شمایی که میرین شمال. جای ما رو هم خالی بکنین که ما نمیتونیم بیاییم، ولی خب به امید خدا به زودی زود حکومت جمهوری اسلامی میره، ما تمام ایرانیایی که خارج از ایران هستن با خیال آسوده میرن ایران و میان پولاشون رو اونجا خرج میکنن. حداقل بیزار پول توی ایران بیاد، از هر کشوری یورو دلار بیاد اونجا پرشه که مردم حداقل کاسبی بهتر داشته باشن. این حکومت دارن نمیدونم چی فکری دارن، فقط میخوان خودشون تو قدرت باشن، هی بگم منم. همیشه من که نمیشه که، منم یه دفعه میافتادم. ولی اگه چقدر خوب بود یک حکومتی داشتیم که حکومت خوبی بود که مردمی که از ایران رفتن بیرون حداقل میومدن توی ایران پولاشونو به قول اینجا یا وکیشنی که می اومدن، تعطیلاتی که میرفتن، حداقل این پولا رو خرج توی مملکت خودشون میگردن که تو ما تمام این ارزا بیاد توی ایران. ولی اینا که نمیذارن هیچ مردمی بیان، یا میان اونجا گیر میدن اینا رو، میگن شما جاسوس. مثلا من بیام میگه جاسوس امریکایی، یه نفر دیگه از اروپا میاد میگه جاسوس اروپایی. بابا نه کسی جاسوس اروپاست، نه جاسوس آمریکاست. آمریکا به من چی کار داره من بیام جاسوس اون بشم؟ دیگه آدم قاطی بود که من مثلا بیام یا چهار تا ایرانیایی که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن، اینا میان اونجا خانواده های خودشونو ببینن، میخوان یک ماه تعطیلاتی که دارن به خوش بگذرن اونجا، پولی که از اینجا میارن توی مملکت خودشون خرج بکنن. همشون میرن این ور اونور اروپا، میرن از امریکا میرن اروپا خرج اونجا میکنن. خب چرا نباید برن توی ایران که
پولاشونو تو ایران خرج بکنن، حداقل اقتصاد ایران بالاتر بره. میدونی چقدر اقتصاد ایران بالا میره هر ساله اگه توریست ایرانی، فقط توریست ایرانی به داخل کشور خودش بره بیاد، تعطیلات بره تو به کشورش بیاد. اینا در فکر این چیزا که نیستن، اینا در فکر خیانتن. مردمی که انقلاب کردن 40 سال پیش به اینا اعتماد کردن، اینا او اعتماد اونا خیانت به مردم کردن. واقعا انقلاب بود که خیانت بر اعتماد مردم بود. مردم به اینا اعتماد کردن، اینا خیانت کردن به اونا. ویلا دیگه شما حساب بکنید چیز دیگه میشه. مردم دو دستی مملکت دادن تو دستی اینا، اینا هم هر روزی چپاول دارن میکنن، هر گوشه از ایران چپاول دارن میکنن. شنیدم تازگی هم که کیشو میخوام بدم به چینیا 20 سال یا 30 سال اجاره بدن. وقتی تو چجوری آقای کشور که کیش که محل درآمد کشور ایرانه بدی به یه کشور دیگه بیاد استفاده بکنه؟ آقای مگه خونه توه؟ خونه شخصی توه؟ این مال ملته. خونه شخصی توه که مثلا خونه رو یه تیکر اجاره بدی به کسی دیگه 30 سال؟ فکر شما چجوری کار میکنه آقا؟ من نمیدونم. میایم بیرون، مثلا آقای روحانی میاد بیرون، هرچی از دهنش میاد بیرون حرف میزنه. وقتی حرف زدن تابان داره، تو حرف میزنی باید جمع جور بکنی این حرفاتو، دوستی ایجاد بکن، نه اینکه بیای حرف بزنی دشمنی ایجاد بکنی. من میرم تو یک اجتماعی حاضرم که 20 تا 10 تا دوست بگیرم، نه دشمن برای خودم بگیرم. آیا دوست بگیرم بهتر این نیست که من یک بار احتیاج دارم میرم به دوستی که آشنا شدم، میگم آقای فلانی من خوبی ها. مثلا با هم رفیق میشیم، یه دفعه یک کاری دارم برای کار انجام میده، من کاری براش انجام میدم. ما اینجا اومدیم که توی اینجا نیومدیم که توی زمین همدیگر رو بکشیم، همدیگر رو خون همدیگر رو بریزیم، قاتل همدیگه بشیم. نه بابا، اینا دیگه اون موقع قدیم بود. مردم میومدن با شمشیر لشکرکشی میکردن کشورها رو بگیرن. الان دیگه واقعا دیگه دنیا یه دیکته کوچیک شده، یه شهر خیلی کوچیکه دیگه. الان شما هر لحظه از همینجا وقتی تلفنی که تو دستتونی میتونین با هر نقاط دنیا آنن صحبت بکنین، لایف صحبت بکنین. آخه دیگه این دیگه دشمنی نداره که، همه میخوان دوستی کنن. بابا کره شمالی با اون هارتپورت خودش حاضر اتم‌ها رو همه از بین ببره، بیاد به خاطر کشورش ببره بالا، بیاد با همه دوست بشه. چرا میخواین همیشه دشمن بگیریم برای خودتون؟ چرا میخواین همیشه خیانت بکنین به این ملت؟ یا خیانت میخواین بکنین یا دزدی دارین میکنین. من تازگی هم پاریروز گفتن یه نفر نمیدونم چند میلیون یا هزار نمیدونم تمام این سکه ها رو در دست خودش داره، این اثاری فقط برای خودش که میده بیرون گرون میکنه، مثلا میلیونات سکه رو در دست خودش داره. اینا از عوامل خودشونن. من عادی که نمیتونم بیام مثلا 1 میلیون 10 میلیون نمیدونم سکر جمع بکنم که. پول از کجا بیارم؟ باید کدوم سرمایه داره این همه پول جمع بکنه، به جز که از خودشون پولایی که دزدیدن یا پولایی که از مردم گرفتن. همیشه دارن همین کارها رو میکنن، یعنی همیشه هرج و مرج، همیشه اصلا در فکر ایران نیستن. تنها چیزی که براشون مهم نیست کشور ایرانه. برایشون مهمه که حکومت بکنن، برایشون مهمه که در قدرت باشن و سپاهیای خودشونو ببرن. ارتش که نمیره، سپاه بره مثلا توی کشور سوریه اونجا بگه بله من قدرت ایرانم که اومدم اینجا، سر مرز مثلا اسرائیل، سر مرز یمن موندم، سر مرز عربستان موندم. بابا ما جنگی با کسی نداریم که. عراق که 8 سال با ما جنگ کرد، پدر خوزستان در آورد، الان خوزستان آب نداره، ایران آب میفرسه
برای عراق، برای کویت. مردم ملت خوزستان آب ندارن، آبشون گله. تا حالا کلی آدم مرده، مسموم شده توی آب گله، شوره گله. آخه بابا یک لحظه فکر بکنیم به کشور خودتون برسیم. کشور گوشایی چی بدن میخوره؟ کجا باید برین کشور بگیرین؟ کدوم کشور میخوایم بگیرین شما؟ کجا نمیتونیم بگیرین؟ 8 سال جنگ ایران و عراق براتون تجربه نشد؟ چی خرابی به بار آورد؟ چی بشه؟ یه کارهای شما کردین که خود ملت به جون همدیگه افتادن. چون برای اینکه ملت صبح تا شب دارن زحمت میکشن، سجا دارن کار میکنن تا بتونن زندگی خودشون رو پیش ببرن. آقا این چه مملکتیه آقا؟ مرد نمیتونه کار میکنه، خوشی نداره، نمیدونم زندگی نداره، یه نفس راحت نمیتونه بکشه، یه جای گوشه آم نداره، یه جا دریاچش داره خوش میشه، یه جا هواش نمیدونم آلوده است به خاطر، یه جا نمیدونم بنزیناش که همه قرمزن. اصلا من بنزین قرمز تمام دنیا بیان، شما بنزین که وقتی میزنیم به ماشینتون سفیده سفیده، بنزین ما میبینی همه قرمزه، آشغال ترین بنزینه داره. خب این وقتی گاز سمی تولید میکنه ماشینایی که دارن کار، این همه ماشین بس دیگه. اینقدر خیانت کردیم به این ملت، ملت از دست شما خسته شدن. هر روز میان میگن، تا میان اعتراض میکنن، میان میگیرین اینا رو، میکشین، اعدام میکنین. چقدر زور گفتن؟ چرا نمیخواین؟ اگه میخواین روی حکومت باشین، اگه میخواین حکومت داشته باشین، پس به ملت برسین، به کشور خودتون برسین. شعار میبیسن خدا محبت است، اونا رو میگیرم. ولی اینه بدونی که همه جای ایران میبیسن خدا محبت است. حقیقتا خدا محبته، خدا دستش روی ایران گذاشت و ایمان دارم که خداونده که ایرانی ها رو نجات میده. من اینی ایمان دارم، از اول امسالم گفتم خداوند ایران رو نجات میده و توسط همین ملت ایران. شما دیگه نفسهای آخرتون رو داریم میکشی، هیچ حرفایتون دیگه، حناتون به هیچ وجه رنگ نداره. ملت از خداپرستی انداختین، از اعتقاداتشون انداختین، از احترامشون انداختین، تمام همسایه‌ها بر علیه ایرانن. امارات، عربستان، اونجا دارن با هم متحد شدن که در یمنی که شما رفتین اونجا شلوغ داریم میکنیم. من نمیدونم برای چی پول ایرانی میبریم اونجا، چی بشه آخه؟ بابا این ملت تشنه، گرسنه، بدبخت شدن، بیچاره شدن. کشوری که این همه سرمایه داره، کشوری که تمام دنیا غصهش میخوردن که ملت ایران چی زندگی خوبی دارن، از اون روزی که شما پاتونو گذاشتین نحسی آوردین تو ایران. فقط بلدین چرت پرت بگین، فقط بلدین حرفایی بزنین که اصلا نه اصلا کسی میفهمه حرفاتونه، نه اصلا خودتون میفهمه چی داری میگین. میخواییم بزرگ نمایی بکنیم ولی نمیتونین، روز بروز خودتونو میندازین پایین، حرفایی میزنین که خودتونم نمیتونین اون حرفا رو جمع بکنین. ولی من ایمان دارم که امسال خدا برای ایران نقشه داره، به ایمان دارم که ایرانیا توسط همین خدای زنده، نه خداهای دروغی که شما به اینا غالب کردین، خدای زنده رو میشناسم. به ایمان دارم خود خدا داره کار میکنه تو ایران، خودش به خواب مردم میره، خودش تعلیم میده. خداوند، خداوند داره خودش تعلیم میده در ایران. بس بابا چقدر خیانت شما عزیق، به خودتون هم خیانت داریم میکنین. همین برادران لاریجانی رو دیدی؟ اینا لاهیجانی نیستن، بنده لاهیجانی هستم، اونا لاریجانن.
که اصلا ایرانی نیستن، همشون عراقی هن. تو شمال رفتن کلی، همین رئیس مجلس کلی زمین ها رو خریدن. از کجا آوردین این پولا رو؟ مگه مجلس چقدر حقوق میده به یه رئیس مجلس؟ این پولای تیلیار تیلیاردی رو از کجا آوردین شما؟ آب در خوزستان نیست، دریاچه ارومیه داره خوش داره میشه، توی کارون سد کارون آب نیست، توی زاینده رود اصفهان آب نیست، آبار منعرف میکنیم میدیم به کشورهای دیگر. بابا یه ذره خودتون ببین، نگاه بکنیم به کشورهای دیگه، ببین چقدر برای اگه امریکا هر چیزی داره میگه سنگ به سینه خودش داره میزنه. چرا؟ برای اینکه میخواد ملت خودش بهتر زندگی بکنه، کشور خودش هم بره بالا. همه کشورها همینن، فرانسه باشه، انگلیس باشه، نمیدونم هر کشوری باشه، برای ملت خودش کار میکنه، برای کشور خودش کار میکنه، نه برای تو کار بکنه که هر کاری میخواد به نفع خودش کار میکنه. تو چرا به نفع مملکتت کار نمیکنی؟ به ضرر مملکتت کار میکنی؟ چرا کاری کردی که من ایرانی سر نمیتونم بلند بکنم با این پاسپورت آشغالت که میدی به ما؟ هیچ جا پاسپورت تو قبول ندارن. مثلا 170 تو 160 هستی، از آخر 10، 8 در اقتصاد، از آخر 3. هر چیز رو نگاه بکنی، این همه کارا میکنیم بعد میچسبیم به یک نخ موی یه دختر یا یه زن بیرونه، میخواین رد گم بکنین. همین آقایونی، همین خانومایی که از ایران میان بیرون پولای دزدی رو میارن در کشورهای دیگه، بعد میان مثلا میگن گوشتتون حلاله؟ اگه گوشت حلال میخوای چرا اومدی تو امریکا؟ چرا اومدی تو اروپا؟ اگه گوشت حلال میخوای خود تو همون ایران باشی که، اگه میخوای نماز بخونی، میخوای مسجد باز بکنی، ایران پر از مسجد و نمازخونیه، برو همونجا وایسا نماز بخون دیگه. یه سرودی بشنویم، ما یه نوشیدنی بخوریم، بیا برگردیم به شما. از کسی که توی چشماش میشدی سارو ببینی، گم بشی با عشق تو حرفاش. برادر حسین سودمند هنوزم جاوید راهه، شری رو به گریه انداخت عشقی که بود تو نگاهه. مهرام دهانی بابون روحی که داشت تو وجودش، جای خالیش بر نمیشه، حس میشه هنوز نبودش. میکایلیان و سیاه صلیب و به جون خریدن، نتونستن که بشینن زن به هم کیشو ببینم. همه فهمیدن کلیسا تو ایران جفا کشیده، چه شهیدایی رو داده هنوزم آگو رو میده. برادرهای سمبولی بود واسه ایران و کلیسا، نمیشه هرگز فراموش یاد اون تو غمبای ما. کنار مهدی دیباج شهدای راه ایسا، جای و سبز و جاوید هنوزم توی کلیسا. برادر یوسفی هم که پر حرفای خدا بود،
حسابش توی شجاعت از زمینی جدا. چجوری میشه بخونم از کسی که توی چشماش میشدی سارو ببینی گم بشی با عشق تو حرفاش. درود فراوان به ملت عزیز ایران. امیدوارم که حقیقتاً از ته قلبم میگم امیدوارم که ایران روزی باشه که تمام ایرانی ها هر روز که بلند شن از خواب دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن، ناراحت نباشن، خوشی و آرامش در زندگیتون باشه. امیدوارم که به نام عیسی مسیح هر روزتون روز پیروزی و خوشبختی براتون باشه. این از ته دلم میخوام که هر روز ایرانیا که از خواب پا میشن به امید خدای زنده پاشن و خداوند بعد از عینی مثل قوم اسرائیل 40 سال که در بیابانا اسیر بودیم، امیدوارم به نام عیسی مسیح امسال سال پیروزی تمام ایرانیا باشه که حقیقتا ما از این بیابان مصر عبور کرده باشیم و واقعا بیایم در کشور خودمون به کشور خودمون خدمت بکنیم. هر کسی از هر جا تجربه پیدا کرد بیاد بر کشور خودش و در کشور خودش خدمت بکنه تا ایران و آباد و آزاد و یک کشور خوب و داشته باشیم که تمام دنیا به ما افتخار بکنن. ایمان دارم چون خدای ما خدای محبته، وعده های خدای ما وعده هایی نیست که الکی باشه. خدای ما مثل خداهای دروغی نیستن. خدای ما وعده ای که میده عمل میکنه. خداوند گفت من وعده داد که ایران و تخت پادشاهی خودم در ایران برقرار میکنم و روزی میشه که تمام مردمی که از ایران بیرون رفتن تمام از ایران دوباره برمیگردن به ایران و ایران زندگی میکنن به بهترین زندگی و آزادترین زندگی رو در ایران خواهند داشت. ولی به نام خدایی که زنده است و میخواد ما رو بلند بکنه، به نام عیسی مسیح، امیدوارم که هر روزتون روز پیروزی باشه. امروز میخوام وعده خداوند برای ایران بخونم از ارمیای 30 از آیه 13 تا آخر 24. اگه وقت بشه براتون بخونم که وعده خداوند برای فرزندان خودش برای قومی که انتخاب کرده چقدر عالیه. ایمان دارم که خدا دستش امسال با ماست. فقط شما باید توکل بکنین، ایمان داشته باشین که خدا داره کار میکنه، نه خداهای دروغی. ایمان داشته باشین که عیسی مسیح منجی هست که میخواد شما رو نجات بده. میگه کسی نیست که تو را یاری داد یا زخمایت را ببندد به جز خدای زنده، به جز عیسی مسیح که خونشو به خاطر من و تو و گناهان ما در روی صلیب داد، جانشو داد تا من و تو آزاد بشیم. دارو و درمانی هم دیگر فایده ندارد. تمام این حکومتدارا الان هر کاری بکنن هیچ فایده‌ای برای زخمای پاره شده، باز شده، زخمایی که نمک خورده است هیچ تأثیری نداره. چون هر روز میخوان زخماتون رو خوب بکنن، نمیکنن هیچی، یک نمک هم روش میپاشن که بیشتر زخمی باشه. تمام دلباختگانت تو را ترک کردن و حتی حالت را هم نمیپرسن. تو را بیرحمانه زخمی کردم گویی دشمنت بودم. ببین تمام همه ببین اینقدر به ما زور الان میاد در ایران، هر کسی از هر طرف میخواد تو سر ما بزنه، برای که حکومتدارای ما لایق این نیستن که حکومت ایران به این خوبی رو داشته باشن. هر کسی از هر طرف میاد میزنه تو سر ایران. چرا به مجازاتت اعتراض داری؟ وقتی
حکومتی که روی مل دولت، دولتی که روی ایران، حکومتی که روی ایران، وقتی از هیچ چیزی سر در نمیاره، همین جوری فقط قلدری حکومت داره میکنه، ما زخمی میشیم، بی آبرو میشیم، مردم به ما بی اعتماد میشن، روز به روز بدتر و بدتر و بدتر میشه، بهتری در کار نیست. تا این حکومت بره، درد تو درمانی ندارد، تو را این گونه سخت مجازات کردن چون گناهانت بسیار و شرارتت بزرگ است. هر روز وقتی گناه بیش از حد، شرارت بیش از حد، اونجا دست خدا، خدام نمیتونه بیاد توی شریر، نمیتونه بیاد تو گناه، خدا از گناه بیزاره. چطور میشه شما قانونی که دارین در یک خیابون مثلا 35 مایل رانندگی بکنین، 80 مایل دارین رانندگی میکنین، خب معلومه که شما میزنین اینور اونوره، مردم رو زخمی میکنین، خودتو زخمی میکنین. قانون خدا همینه، خدا میگه آقا رای درست برو، نمیگه که تو زندان باش، تو رو تو اسیری و زندان نگه نمیداره. خداوند تو رو آزاد آفریده، مثل پدری میمونه، پدر مادری که تو رو تیکر میکنه، تو رو جمع جورت میکنه که تو زندگی خوبی داشته باشی. ولی در آن روز تمام کسانی که تو را میدرن دریده خواهند شد. خدا داره وعده میده، میگه روزی میاد همین به زودی که اونایی که شما رو دریدن، شما رو کشتن، داغون کردن، خودشون دریده میشن، خودشون نابود میشن. این وعده خداونده. تمام دشمنانت به اسارت خواهند رفت. اینه داره خدا بهتون وعده میده، تمام دشمنایی که شما دارین همه به اسارت میرن. کجا میخوای اینا فرار بکنن؟ حتی در مملکت های دیگر هم برن، نمیذارن اینا زندگی بکنن. کسانی که تو را غارت میکنن غارت خواهند شد، و کسانی که به تو ظلم میکنن مورد ظلم قرار خواهند گرفت. اینه، من ایمان دارم کسی که به کسی ظلم میکنه غیر ممکن است فرار بکنه از دست خدا. 40 سال خدا به اینا فرصت داده ولی اینا درست نشدن، همیشه ظلم کردن به ملت، همیشه ظلم کردن، ولی اینه بدونین که همه چیز بر روی بر علیه خودشونه. سلامتی و تندرستی را به تو باز خواهم گردان و زخمایت را شفا خواهم داد. اینو خدا میگه، اینو خدای پدر میگه، به توسط عیسی مسیح زخماتون رو شفا میده، از اسارت شما رو آزاد میکنه. فقط باید ایمان تو بیزاری روی عیسی مسیح، فقط باید ایمانت قوی باشه به این خدایی که بهت وعده میده، نه خدایی دروغی که همیشه تو مخ ما انداختن. اون خدایی دروغی هیچ نه باید اون حرف میزنه، نه کاری میتونه براتون، چون بوتن، بوت ساخته دست انسانه، هیچ کاری برات نمیتونه انجام بده. هرچند که اکنون تو را فراموش شده به شهر کشوری متروکه شدی، ولی خداوند میگه من خداوند قوم خود را به سرزمینشان باز خواهم گردان. مثل مایی که الان همه جا پراکنده ایم تو دنیا، خداوند به ما وعده داده که شما را همه را باز میگردونم به کشورتون، و خانواده ایشان را مورد لطف خود قرار خواهم داد. وعده خدا الکی نیست، خدا وعده ای که میده اینه بدون که وعدش با ایمان تو، وعدش وعده ای است که تو رو آزاد بکنه، وعده ای است که به تو آزادی و زندگی و شادی و سلامتی ببخش. وعده این خدا اینه. چقدر شما الان روزی نمیدونین رفتین امامزاده، اون امامزاده، روزی 17 رکعت طرف یک طرف وایسین، نمیدونم یه بیافتین بلنشین، چی گرفتین؟ البته اونایی که قلبشون بین خدا باز قلبا رو نگاه میکنه، باز خداوند قلبای پاک نگاه میکنه،
ولی اگه شما به عیسی مسیح ایمان داشته باشین، ایمان داشته باشین، در هر سختی خداوند شما رو با آسونی عبور میده. من ایمان دارم، من خودم بارها میشه که شریر و شیطان و گرفتاری های روزگار به من حمله میکنن، ولی من ایمان دارم اون نیرویی که در منه، اون رویی که در من کار میکنه بالاتر از تمام سختی هاست. ایمان دارم عیسی مسیح به من بله گفت، هیچ وقت منو رد نمیکنه، هیچ وقت منو ول نمیکنه، هیچ وقت منو رها نمیکنه. در تمام سختی هام هیچ چیز به خودم میگم، میگم که شاپور تو ایمان داری که عیسی مسیح پشتته؟ اونجا میگم آره. میگه بس بدون که هیچ سختی برات نمیمونه، عیسی مسیح تو رو به از هر سختی رهایی میده. من این ایمان دارم. در اون سختی ها فقط مقاومت و ایمان میخواد، ایمان داشته باشی که خدا ایمان تو میبینه، تو رو با راحتی از اون سختی میگذرونه. من بارها از این چیزها رو دیدم، اسلحه در مقابلم کشیدن ولی من تکون نخوردم، واستادم. خدا دیوار کشید، اون منو ندید. روبروی من با اسلحه واستاده بود، اومده بود که بدزده ولی نتونست هیچ کاری بکنه. ایمان دارم وقتی تو با خدایی، ایمان دارم وقتی صدا میزنی خدا رو، ایمان داری به خداوند، خداوند تو رو ول نمیکنه. میگی تمام خرابی ها رو دوباره درست میکنم. هر جایی که خراب شده خداوند اینقدر نعمت به ما میده که تمام این نعمت ها دوباره ایران احیا میکنه، دوباره ایران رو درست میکنه. شهرها غرق خوشی و شکرگزاری خواهند شد. ایمان دارم که اون روز میگیم خدایا شکرت که تو دستت همیشه با ما بود، ما رو ول نکردی. ایمان دارم که زانوها خم میشه، هر کس نام عیسی مسیح رو ببره پیروز در زندگی، هر کس نام عیسی مسیح رو ببره در زندگی آزادی داره، چون اون ثابت کرده، فقط حرف نزده، جان خودشم روی صلیب برای تو داده، ثابت کرده که من تو رو دوست دارم، عاشق تو هم. حتی دشمن عیسی مسیح هستی ولی عیسی مسیح تو رو دوست داره، میخواد که با آغوش خودش برگردی. مثل پدری میمونه که هر چقدر از دست فرزندش ناراحت باشه باز دوست داره که فرزندش در آغوش خودش بیاد. وقتی هم در آغوش خودش بیاد، مثل اون پسر گم شده، وقتی ببینه پسرشو که برگشته، میگه بچه من مرده بود، گم شده بود، پیدا شد الان. من براش باید بهترین بره ها رو قربانی بکنم، ازش پذیرایی بکنم، جشن بگیرم برای فرزندم. این خداوند خداوندی نیست که علیکی حرف بزنه، خداوندی است که تو عاشقانه تو رو دوست داره. وقتی بهش تکیه میکنی هیچ وقت خالی نمیکنه تو رو که تو رو بندازه پایین، چون فقط حرف نزد، هم شفا داد، هم معجزه کرد برات، هر چیزی هم که گفت عمل کرد تا پای جانش، خونش هم برای تو ریخت. اینه میگن خداوند، اینه میگن منجی که درد تو منو میدونه. نمیتونیم بگیم که این منجی هیچ چی رو خبر نداره، این از همه چی خبر داره، چون شلاقش زدن، فوشش دادن، سیلی زدن، بد گفتن بهش، به صلیب کشیدن اینو. ولی خداوند ما زنده است، بعد از 3 روز قیام کرد. هیچ کس نمیتونه خداوند ما عیسی مسیح در قبر نگه داره، چون خودش خداونده، خودش خداست. برات هضم نمیشه این چیزی که میگم، ولی اینو تمرین کن، امتحانش کن یک بار، ببین عیسی مسیح میگیم بیم واقعیت داره یا نه. کسی که هست که حرف زده عمل کرده. میگه کامیابی دوران گذشته را به ایشان باز خواهم گردان، خدا داره میگه، و آنها را استوار و پایدار خواهم ساخت.
و هر که بر ایشان ستم کند مجازات خواهم کرد. اینایی که به شما ستم دارن میکنن، شما را دارن داغون میکنن، اینا رو خداوند مجازات خواهد کرد. این ایمان دارم. فقط تو ایمان داشته باش، تو ایمان داشته باش و صدا بزن که عیسی مسیح، من به حرفای تو ایمان دارم، ایمان دارم که تو هرچی هم خداوند میگه برای دشمنان خودت طلب خیر و برکت بکن. میگم ما موقعی که دشمن این خدا بودیم، خدا ما رو دوست داشت. اینی بابایی که هر چقدر اونو پس بزنم ولی اون بابا منو پس نمیزنه. حاکم ایشان دیگر از بیگانگان نخواهد بود. الان تمام حاکمان ما همه بیگانن، یا هندی هن، یا نمیدونم عراقی هن، یا نمیدونم فلانجان، دیگه از بیگانگان نخواهم بود، بلکه خود ایرانی خواهد بود که بیام به شما خدمت بکنن، به ایران آباد بکنن، بلکه از میان قوم خودشان برخواهند خواست که ایرانی اصیل باشه بیاد به ملت ایران خدمت بکنه. من او را خواهم خواند تا کاهن عبادتگاه باشد. خدا میگه من اونو میشونم دو حکومت که براتون خدمت بکنه. وقتی خدا کسی رو بشونه، اینو بدون، اینا که میگن ما از طرف خداییم، اینا همه دروغگوهای بیش نیستن. حرف و عملشون رو خودتون 40 سال دیدین. اینا فقط دروغ میگن، چون خدای بوتی رو به شما معرفی میکنن، بوتی که هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی ما خدای زنده رو داریم به شما معرفی میکنیم، خدایی که به خاطر خداوندی که به خاطر منجی استادی که به خاطر شما جان خودشو داد، شما آزاد بشید از همه چیز. زورم در کار نیست، هیچ زوری در کار نیست. مثل اونا نیستن که حتما باید بوتاشون رو پرستش بکنی. اگه از بوتاشون رو پرستش نکنی شما رو میکشن. نخه، اینجوری نیست. زوری در کار نیست. میگه منو دعوت، من در قلبت ایستادم، درو میزنم. اگه درو باز کردی میام وارد زندگی میشم. اگه منو نخوای نمیام. زوری اجباری در کار نیست. ولی دعوت بکن ببین. بچش ببین واقعا وقتی دعوت میکنی ببین زندگی چجوری عوض میشه، چجوری آرامش پیدا میکنی. اصلا زندگیت خودت میفهمی که عوض شده. میگه زیرا چی کسی جرأت دارد بدون آن که او را خوانده باشم نزد من آید؟ آنگاه ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان. وقتی تو این خداوند رو دعوت میکنی، این خداوند میاد در زندگیت، باهات زندگی میکنه. چرا من میگم من نمیترسم؟ همه میترسن. مگه میشه شما از مرگ یا از چیز دیگه نترسید؟ همه میترسن. ولی وقتی به این خدا توکل دارید، در موقع اون ترسا میگه خدایا من ایمان دارم که نیروی تو بالاتر از همه چیزه در این دنیا، چون تو ساخته همه اینا رو تو ساختی، چون روی تو در بدن منه. این خدای زنده رو وقتی دعوت میکنین به زندگیتون، دیگه اون موقع قوت و قدرتی میگیرین که خودتون میفهمین. امروز عیسی مسیح رو دعوت بکن به زندگیت، در قلبتو باز کن، بذار عیسی مسیح بیاد با تو زندگی بکنه. ببین چقدر زندگیت با آرامش میشه، ببین چقدر زندگی ساده تر میشه، بیزار میشه از دروغ، کلک، از ریاکاری، از همه چی بیزار میشی. خودت دیگه نمیخوای اون کارا رو انجام بدی، چون میبینی بابایی که داری، پدری که داری، خداوندی که داری با تو آنسه، با تو اینجوریه، بهت پشت نمی کنه. حقیقتا شما رو به دستای خدا می سپرم، به دست خدایی می سپرم که حقیقتا امروز دستش در ایران
و واقعا این خدا خدای محبته که الان شعار نویسی در ایران افتاد، از این کلمه میترسن. خدا محبت است، ما ایمان داریم که خدا محبت است، از این کلمه میترسن. ولی شما به همین خدا تکیه بکنین، پیروزی از آن شماست. ایمان دارم شما رو به خدای زنده میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر.